میرخم آنچه در مومنتوری قبلی گذاشت. حاجی ناموسن الان آنچه گذشت میخوای؟ قسمت قبلی کلن 5 دقیقه بود. اگه ندیدی میتونی بری از اینجا ببینی الکی وقت ما و حجم ملت هم بگاه ندی. آفرین، ما هم بریم سراغ ادامه داستان. خب رابطه بین این دوتا کسکش به شدت کیری شده بود. جیمز همش سعی میکرد با کسریسی دل آرارا رو دوباره به دست بیاره، ولی آرارا محل سگ اصحاب کف به جیمز نمیداد و به تخم چپش هم نمیگرفت. آدزی مگه زنها تخم دارن؟ اولا خودم نمیدونم، فقط دارم کسری رو که نوشتن رو میخونم. دوما اینجا ممنتو و هر چیزی ممکنه. عجب. خب خلاصه بهتون بگم که رابطه بین این دوتا خیلی کیری بود، تا اینکه یه روز از سفینه یه صدای عجیبی شنیدن که کدوم کسکشی تو سفینه ایمن درخ گاشته؟ خب اینجاش من بلدم، بذارید به سبکی خودم بگم. برای مزخنده بود، اینی هم که آرورا ایدز داشت خودش نمرد و جیمز هم که 24 اونو میکرد نمرد و فقط کابتانه که یه بار اونو کرد مردم به خودمون مربوطه. اینجا ممنتوه و همه چی هم ممکنه. ناموسن استودیو رو کردید جند خونه، هرکی از در میاد توی کیری تو داستان ما میکنه. خب شاید داستان چیریه این همه کیر میره توش؟ نه کیری کله نویسنده ما که هر کسکری به ذهنشون میرسه تو متن مینویسن. ما هم بابی آجی کسوشا تموم شد، بگم اصل قصه رو. اصلا کجا بودی؟ به سوز پدر جیخ بابا، بذارید برگردیم عقب از همون جا. این حاجیمون که میبینی کاپیتان این سفینه است، که اینم مثل اون دوتا محفظه خوابش خراب شد. البته این کمپاره بینوا یه مدت تو همون محفظه خواب خرابش گیر کرده بود و همین باعث شد که خار مادر بدن و انداماش به گای سگ بره. البته خودش خبر نداشت که کونش پارست و فکر میگرد مریضیش برای خواب طولانی مدتش بوده. این سفینه هم روز به روز اوضاعش کیریتر و کیریتر میشد. یه روز ربات‌ها شق درد میگرفتن و با کله میرفتن تو دیوار، یه بار محفظه غذا آبش رو میپاچید رو آرورا، بعض وقتا آسانسورا لاشو باز نمیکردن، یه بار جاذبه مصنوعی خاموش میشد و خایه‌ها و ممه‌ها رو به هوا آویزون میشدن و کلی بگای دیگه. کاپیتان قصه ما سعی کرد که عامل این بگای‌ها رو پیدا کنه، اما دید بگای‌های بدن خودش بیشتره. برای همین رفت بدنشو چکاپ کرد و به دستگاه گفت بلو بوشه مرگم و کسیش باش نگو. وای این اطلاعات من فقط میتونم به دکتر بدم. برو بگو دکتر بیارم. دکترت تو کونم بیارم؟ من کاپیتان این سفینم، به دستور من بگو چه مرگمه. خب کاپیتانی زودتر میگفتی. خب ببین کونت پارست، یعنی یه جوریه که انگار 8 تا خر کونت گذاشتن، یعنی رسما بگم چی خر کونت گذاشته؟ درست حرف بزن. یه درست سر از این که دیگه نمیشه حرف زد، آخرش دیگه باید صبر کنی بمیری اسرائیل بیا طاقتم بذاره تمومشه بره. الان من چی گویی بخورم؟ من چه میرم بارو گوه هرکی میخوای بخور، اصلا بیا کیر منو بخور. من بزرگترین کاری که میتونم بکنم بیا این قرصه رو بگیر. شاف نکنی یا بخور این آدم، یه بخور این دیگه تهشه دیگه، بیشتر از این هم نمیشه کاری کرد. به گاه رفتی گاه رو قبول کن. کاپیتان وقتی فهمید داره میمیره با یه حالت جغروار گفت کیره خر تو این زندگی، خم شد تا اسرائیل بیاد و در زندگیش رو بذاره و بره. این آخرین لحظات زندگی کاپیتان بدبخت و وصیت هاشه که میتونین ببینین. ازم دیگه بکشین بیرون جا کشا، من به گاه میرم، شما باید اینجا با هم زندگی کنین. این دستبند کاپیتانه، بگیر و این کیره خر رو درستش کن. دارم به گاه میرم. به نظرت چی شکلی شدم؟ شبیه گیر اسب شدی. کیرم دهنت ریدی به همه فانتزیام کسکش. اگه گفتن چرا مرد بگوی زنی که گایدش. خب حقیقتو گفتم. خب این کاپیتان بدبختم مرد و اینا انداختنش تو فضا و اومدن تا عامل بگای رو پیدا کنن و برطرفش کنن. این دوتا کسخل تمام چیپا و قطعات رو چک کردن، یهو دیدن یه شهاب‌سنگ به داغی جوانای حشری ایران زمین رفته توی راکتور سفینه و داره خار سفینه و سیستماش رو میگات. آرورا و جیمز فهمیدن که باید سولاخ‌های سفینه رو باز کنن تا حرارت این شهاب‌سنگ بره بیرون، راکتور خنک بشه. ولی از شانس کیریشون انقدر خار سفینه گاییده شده بود که دیگه اهرام باز شدن سولاخ‌ها هم کار نمی‌کردن.
خلاصه جیمز در حرکت عجیب و پتروس فداکارتور لباس مخصوص پوشید و رفت تا دری درچه‌ها رو بذاره، یعنی البته باز کنه. جیمز با کونپارگی تمام جلوی اون همه انرژی میایسته تا تخلیه بشه و به طرز کاملا بالیوودی هیچ چیش نمیشه و فقط طرف اعتصاج به سفینه پاره شد و یه جاهایی از لباسش سوراخ شد و داشت اکسیژنش تموم میشد که آرارا اومد نجاتش داد و بردش تو سفینه. ولی جیمز این دفعه به طرز کاملا تخمی به خاطر سرما و نبود اکسیژن در بیرون سفینه ایدز گرفت و مرد. پایان. نه آجی، حالا انقدرم تخمی تموم نمیشه. آرارا جیمز رو میکشه و میبردش توی درمانگاه سفینه و توی دستگاه به 69 روش سامورایی سعی میکنه که درمانش کنه و به طرز کاملا تخمی هم موفق میشه. پشمام. چند هفته بعد جیمز دیگه از آرارا خواستگاری میکنه و با هم ازدواج میکنن و به خوبی و خوشی با هم زندگی میکنن و میمیرن. 88 سال بعدش باقی ملت از خواب بیدار میشن و شروع میکنن به فوش دادن به جیمز و آرارا که کسکشا ریدیم به سفینه. اینجا سفینه است و جنگل گواتمالا. خب داستان ما هم تموم شد. جمع کنیم بریم خونه هاتون دیگه، سینما تعطیله. آقا من یه چند تا سوال داشتم اینا رو جواب بده بعدن برو این چرت و پرتاتو بگو. خب سوال اول اینه که اینا اینا مرو هم تلوم بزدن، اینا چرا بچه دار نشدن؟ اینا مگه چامبم داشتن؟ مگه داشتن چقدر داشتن؟ خب این سوال اول. سوال دومم اینه که اگه قرار بود معوضه های خواب مثلا خراب نشه و فلان و اینا اونور بیدارشن، چرا اصلا اینقدر دم دستگاه داشت این همه ربات و فلان و اینا؟ سوال آخرم اینه که بازم از این طوریه ممن اسمش یادم نمیاد دیگه، اینا میسازه جانه. بابا چاقال بسه دیگه، چند تا سوال میکنی؟ من نمیدونم چرا بچه دار نشدم. من یه راوی بدبختم که پولم هم نمیدن، از کجا میدونم؟ بعدشم سفینه اگه مجهز نبود داستان تخمی میشد، همون اول جیمز میبرد و تمام میشد همه چیز. عجب. اگه میخوای باز هم ممنتوری ساخته بشه، میتونی بدون هیچ هزینه از ما حمایت کنی. میتونی ویدیو رو لایک کنی، کامنت بذاری و از همه مهمتر تو چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنی. خب دیگه حالا تو هم نمال خودشون سابسکرایب چیه اونا میکنن. خب بینندگان عزیز، خیلی ممنون که کار ما رو دیدین، امیدوارم لذت برده باشید. حتما به کوشیرایی که یکم قبل‌تر گفتن عمل کنین، چون واقعا به ما کمک میکنه. انتقادات و پیشنهادات و این کوشیرات هم تو کامنت ها بگید دیگه. مرسی. فیلم های دوبله دیگر در وبسایت تاین موویز. What the fuck.